جلسه دادگاه رسیدگی مقدماتی به اتهامات یک تبعه اتریشی که به اقدامات اطلاعاتی علیه ساختمان ایران اینترنشنال در لندن پرداخته بود امروز برگزار شد. همزمان وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران ادعا کرده دولت بریتانیا مشغول برنامه‌ریزی برای اقدام علیه مخالفان حکومت در این کشور و قصد داره جمهوری اسلامی را متهم به اقدام علیه مخالفان بکنه. همکارم مریم مقدم از مقابل دادگاه در وست‌مینستر با ما همراه میشه. مریم، این جلسه دومین جلسه بود دیروز، میدونیم که جلسه به خاطر نبود مترجم ناتمام بود. چه گذشت در این جلسه و کمی هم راجع به این ادعای نور نیوز برامون توضیح بدید. امروز در جلسه استماع محمد حسین دوتایف او اظهار بیگناهی کرد و درخواست کرد که به قید وثیقه تا زمان بعدی دادگاهش که 12 اسفند آزاد بشه، اما این درخواست وثیقه پذیرفته نشد. جزئیات بیشتری امروز در مورد این پرونده در دادگاه مطرح شد، مثلا اینکه ما الان میدونیم او اصالتاً چچنی هست و در 11 سالگی به اتریش اومده. او روز 22 بهمن یعنی شنبه با هواپیما پرواز کرده، برای اولین بار وارد بریتانیا شده، مستقیما تاکسی گرفته به چیزدیک بیزنس پارک، جایی که ساختمان ایران اینترنشنال در اون واقعه. زمانی که اومده بر اساس مطالبی که در دادگاه مطرح شد ماسک به صورت داشته، کلاه بر سر گذاشته، به نظر میرسه که میخواسته صورتش رو بپوشونه و به سمت ساختمانی که ایران اینترنشنال دفترش در اون قرار داره حرکت کرده. اونجا کمی ایستاده، ساختمان رو میپاید، برانداز میکرده که خب ماموران سکیوریتی بهش مشکوک میشن و بعد به پلیس زنگ میزنه. زمانی که پلیس میاد و گوشی او رو میگیره، خب متوجه شماره تلفن هایی میشه و تماس هایی که خب یکیش با پیش شماره در واقع به فردی با پیش شماره روسیه بوده و دیگری به فردی با پیش شماره ترکیه و یه سری اطلاعات و تماس ها از روی گوشی او دیلیت شده بوده. او اینطور ادعا میکنه که میخواسته با یک دوستش در بیزنس پارک دیدار بکنه که اون فرد رو هم اهل چچن معرفی میکنه به نام عثمان، اما نمیتونه فامیلی او رو به پلیس بگه و وقتی که پلیس تلفنش رو بررسی میکنه متوجه میشه که خب عکس هایی رو از ساختمان ایران اینترنشنال در گوشی خودش داشته و پاک کرده بوده. چیزی که امروز وکیلش و خودش در دادگاه مطرح کردن در دفاع از خودشون این بوده که زیبایی ساختمان و پارک براشون جالب بوده، به این دلیل میخواسته فیلم بگیره و فیلم رو میخواسته برای بچه‌هاش بفرسته. با این حال با وجود دفاعیاتی که کرد وثیقه‌اش پذیرفته نشد و بر اساس قانون تا اواخر مرداد ماه میتونه همچنان در بازداشت بمونه. سپاسگزارم از تو مریم مقدم از مقابل دادگاه در وست‌مینستر لندن با ما همراه بودیم.